سلام، من یاسینم، نوازنده گیتار و اینجا چنل کورد ولد. خیلی به این چنل خوش اومدین. من در این کانال درباره مسائل مختلف موسیقی نقد و بررسیامو انجام میدم و هم دیگه صحبت میکنیم و با آهنگایی که شما دوست دارین ریاکشن میریم، آهنگایی که شما دوست دارین رو من براتون آموزش میدم و ویدیو رو آپلود میکنم. پس اگر به این سبک محتوا علاقه دارید، منو خیلی خوشحال میکنم که چنل ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو حتما بزنین و همچنین لایکتون رو کامنت هم برای من بذارین. خیلی خیلی خوشحالم که چنلمون داره پیشرفت میکنه و توی این مدت اخیر اصلا یه رشد خیلی خوبی داشتیم. همش به حمایت‌های شما بوده. دمتون گرم، مرسی که ساجستشن‌های زیادی برام می‌نویسین. قول میدم به تک تکشون برسیم. ساجستشن که خیلی زیاد توی این مدت کوتاه بهم گفتین که حتما نگاش کنم و بهش ریاکت برم، آهنگ Don't Mess Up My Vibe از ایمان توسلی، نازنین نوازنده گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک هست. ایمانو من خودم سابسکرایب کردم چنلش رو و نگاه میکنم اکثر ریاکشن هایی که میره رو. میدونم که دنبال میکنه کی‌پاپ رو و حتی نه فقط کی‌پاپ رو، ولی خیلی از خوب نوازنده ما الان خیلی توجه به موسیقی شرقی ندارن، ولی ایمان از اون دسته ایه که همجور موسیقی گوش میده، موسیقی خوب گوش میده. میخوام ببینم چقدر تاثیر گرفته از این سبک و در کار خودش چقدر استفاده کرد. من آهنگ رو هم موقعی که اومد گوش کردم، ولی ام وی رو ندیدم. حدس می چون دیدم که خیلی از حتی خارجی ها ریاکشن رفتن، ولی من ام وی رو ندیدم. گفتم شاید وقتی سابسکرایبرای ما، فنهای ما هم، فنهای کورد هم بگن که ریاکشن برو، به خاطر همین خیلی دست نخورده است. الان قرار بریم با هم دیگه ریاکشنش رو انجام بدیم. خب 3 دقیقه و 30 ثانیه است. میدونم که آهنگ دگام می مینوره. اجا کردارش رو گفتم ایمان جان شما بزرگی خودت ببخش. بریم 1 2 3. صحبت کنیم. اینجا صحبت کرد درباره این که یک دیزایری داره تو زندگیش، یه هدفی داره، یه علاقه‌ای داره که داره میخواد بهش برسه. خیلی علاقه داره که به اون بخش از زندگیش برسه. نورپردازی خیلی قشنگی داریم، آبی و قرمز. شاید از یه تضاد داره صحبت میکنه. ماگ ایمان هست، گیتارش، گیتار الکتریکشون پشت هست، آرتمیس و دیگه. اوکی بریم ادامه. او این احتمالا یه مونولوگه، یعنی ایمان قرمز، حالا نمیتونم بگم حتما ایمان شر یا ایمان منفی فعلا، چون نه نمیشه، ولی ایمانی که در تضاده که قرمزه داره با آبیه، انگار دفتر و نرو آبیه. دیدی اینطوری میکرد، مثل یه لحظه هایی که انگار تو ذهن آبی است. یه حالتی که حالا نمیدونم همدیگر میبینن یا نه، ولی گفت فقط، یعنی اون دیزایرش فقط موزیک نیست، وای بشه، یعنی اصلا وجودشه در کل، اون ذاتشه. ما کمه بهترم این یونانیه این تاتو، ولی نمیدونم معنیش چیه. اونم که پیه، اصلا اون پیه آپو، نمیدونم آپو چی. You
was sleeping the night, I wake up in an early dawn. این مچبندش جالب بود. نگو که ادامه بدم، من هیچ نظری نمیدم، نمیخوام هیچ چیزی بپرونم اشتباه باشه. Just do the same thing. If you wanna trap me ruin life, so I'll ride a go jump from behind. من میشه برم یه دقیقه میرم میام بهتون میگم. خب من برگشتم، رفتم سرچ کنم ببینم این چیزی که ایمان نوشته چیه. نوشته آپولو و کاملا چیزی که رسیم کردم درسته. آپولو درباره عشقش به موسیقی صحبت میکنه و آپولو الهه موسیقی در یونان باستان. حالا چی به کجا میخواد برسه رو نمیدونم. فهم میکنم داره گیتار درست میکنه. آره داره گیتار درست میکنه. انقدر نشستم تو یوتیوب چون دوست دارم این کارو نگاه کردم که حتی اینجا دیگه مشخص شد که گیتاره دیگه. گیتاریه که حالا نمیم چیه، گلوبادیه؟ نه نمیدونم. حالا به دو پرده احتمالاً ریز از عقبتر فکر کنم از دو اومدی ایمان به خیلی قشنگ خوندی اینو. ایوه او اینجا عوض شد مود چون همش با سیکلی بود که می بود می ره دو، حالا اینجا با سول می خونه. I don't know why. If that would, if that would break your heart. کاملا اومده. الان پر کمونه که دیدم، پر تیرو که گذاشته روی گیتارش آرتمیس. آرتمیس هم که میدین حتما الهه در واقع شکار فکر میکنم در یونان، یا تیر اندازه یه همچیزه تو ذهنمه. پرم گذاشته، پس اون آپولو هم همین معنی رو میده، الهه موسیقی. حالا آپولو و آرتمیس با هم دو قلو هستن تا جایی که من میدونم. رومانشو خیلی وقت پیش خوندم، اصلا یادم نیست چیزی، ولی خب تا جایی که من الان متوجه شدم این اونی که شخصیت ایمان اومد داخل اتاق و آپولو رو دید، اگر منظور از اون شخصیت قرمز ایمان که خالکوشن باشه آپولو باشه، آپولو رو دید، اون وجه دیگه‌اش که می‌خواد به اون دیزایرش برسه. و با مایش هم اومده و ترسیده دیگه، شاید هم نترسیده، شاک شده. او اینجا فکر کنم داره فید میشه دیگه، یعنی داره آپولو سوار میشه، در قلبه داره میکنه. به به
آه لستر، آره لستر. اوکی لستر اسم فهم کنم آپولو بود وقتی که تبعید شد به زمین، در واقع فهم کنم که زئوس تبعیدش کرد، اگر اینا اشتباه میگم ببخش چون واقعا یادم نیست اصل داستان چی بود. ولی اینکه این ایده به ذهن ایمان رسیده خودش به نظرم خیلی جذاب بود. پس آپولو با لستر در جدال بود. همون سیکل آکورده داره تکرار میشه، می مینور، ره ماژور، دو دیز مینور، دو میج هفت و دوباره می مینور. حتی این تنها سیکل آکورده آهنگ نیست، فقط برای یه دیگه که داره سولو میزنه که من خیلی دوست دارم. چقدر این بندینگه اصلا به جا بود، من جمله بندی های سولو رو خیلی حال کردم، خیلی هم حساب کتاب داشت. It's my vibe. جالبه که قرمزی و آبی رو اینجا انگار اگر بخوام حالا نمیخوام از کنم فلسفه هم در بیارم، یعنی آبیه که لستر بود پشت انگار، یعنی تموم شد گذشت و روبرو آپولو دیگه الان برنده شده انگار. این خیلی قشنگ بود اون زیر. برام خیالش راحت شد دیگه. روز نشستی پس دهتون گم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. من خیلی موزیک ویدیو رو دوست داشتم، با اینکه شاید خیلی برای موزیک ویدیو هزینه نشده، ولی من به جرات میتونم بگم از کسایی که الان خیلی تاپن توی مارکت موسیقی ما، اصلا من خیلی حال کردم، یعنی با ایده خیلی حال کردم و اینکه با این نورپردازی ساده، نورپردازی اصلا استفاده کنی. الان ما خیلی موزیک ویدیو رو میبینیم، بذار اصلا اسمم ببرم باشه، اصلا معنای یه موزیک ویدیو از بهنام بانی دیدم این چند روز، دو سه تا موزیک ویدیو دیدم که یکی از دوستان گفته بود اینا رو هم نگاه کن شاید خوشت اومد ریاکشن بدی. ولی اصلا معمولا موزیک ویدیوهای ما شده این که حالا یک خانومی هست و یه دختری هست و میرقصن و تو ماشین سوار میشن تا یه مسیری هم حالا میرن خانده داره میخونه یا لب ساحلن، حالا اونایی که الی میخونن داخلی همون هم که یه جای مخروبه یه رو صندلی نشسته میخونه، یه کسی هم با گیتار تریکش که به هیچ جا پلاگین نیست داره میزنه. اینا شده موزیک ویدیوهای ما و شاید با یه کم اصلا بعضی چیزا ببین هزینه هم نمیخواد، مثلا این ایده ای که ایمان داشته این که هزینه نمیخواد، ایده رو باید از اینجا بیاد، ولی خب اگر یه کمک های مالی باشه صد درصد میتونه کمک کنه که اون ایده شما هرچه خوشگلتر رو کار بیاد. اگر چهره ما رو سابسکرایب میسین منو خیلی خوشحال میکنین که چهره سابسکرایب میکنین، حتما برای من کامنت بنویسین و ویدیو رو لایک کنین، با دوستان عزیزانتون به اشتراک بذارین، حتما من از سجستشناتون محروم نکنین. دمتون گرم، دوستتون دارم، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.